سلام برای انتخابات ما محمد نصیر از به فقیم همکار میزبانی برای ما هستم نشست دوها برخلاف انتظار یا تصور یک پیشرفت نسبی در حوزه کاهش عملیات انتحاری یا استشادی به قبل طالبا بر مراکز تعلیمی جمعیت های مراکز که پر جمعیت است مکاتب، مراکز آموزشی، مارکت ها و جاهایی که تلفات ملکی را به حد اکثر می دساند. تا حد زیاد برای مردم افغانستان خیلی زیاد امیدوار کننده است و مردم از اینجا خوشبین هستن اما حال در پایان قطعنامه وقتی این نکته ها یک دو سه چار به می ترتیب به سلسله اعداد نگاشته شده بود و رویش توافق شده بود یا تفاهم شده بود یک کم امیدواری ها را نشان میده که تا حد امکان پیشرفت در مذاکرات بعدی هم هست در برای افتم گفتگوهای آمریکا با طالبان تا حد زیادی هم روی جدول خرو... خروج جدول زمانبندی نیروهای آمریکایی از افغانستان و آتش بس دو نقطه که میتونه حداقل تمهیدات صلح یا مذاکرات صلح را به گونه چشمگیر پیش بکشه این طرف موافقین حکومت هم تا اندازه زیاده خوشبین شدن که میتونه تف... تفاهم تازه دوها راه را باز کنه برای گفتگوهای مستقیم طالبان با حکومت افغانستان تا آخرین گریه مانع شونده حل شوه و ما بریم یک گام به پیش اما آیا به سرعت دوها موضوعات پیچیده دیگه هم قابلیت حل داشت یا نه چقدر ای تفاهم نامه میتونه اما بار فشار ذهنی و روانی مردم را از بابت تلفات ملکی در عملیات دو طرف هم از جانب حکومت افغانستان در حملات هوایی و هم از جانب طالبان در عملیات انتحاری کم کنه و نهایتاً سودش برای دورهای بعدی چی خواهد بود مجموعی مورد که میشه میخواییم سرش پاس بکنیم اما قبل از یک گزارش کنیم پس از نشست دو روزه چهره های سیاسی و گروه طالبان در باره صلح افغانستان با پخش یک اعلامیه مشترک هشت ماده ای در اعلامیه مشترک دو طرف ادامه گفتگوهای فراگیر میان افغانی را ضرورت جدی گفتند در بخش های این اعلامیه آمده که طرف های درگیر جنگ به جای بکارگیری ادبیات تهدید انتقامجویی و جنگ طلبانه در بیانات رسمی خیش از زبان نرم کار بگیرند دو طرف از گفتگوهای جاری در قطر حمایت کرده و آن را در امر پایان دادن به جنگ در افغانستان مثبت گفتند در اعلامیه تأکید شده که برای حفاظت مردم از آسیب های جنگ و کاهش عواقب آن به حد اقل و ایجاد فضای بهتر برای سال طرف های درگیر باید اقدامات زیل را روی دست بگیرند رهایی به قید و شرط زندانیان کهنسال معیوب و بیمار تضمین امنیت تمام مؤسسات عام المنفعه تضمین امنیت مؤسسات تعلیمی از جمله مکاتب مدارس دانشگاه ها و سایر مؤسسات تعلیمی تعهد بر حفظ جان مال عزت و منازل رهایشی مردم و تلاش برای کاهش تلفات ملکی به حد صفر اطمینان از تأمین حقوق زنان در چارچوب ارزشهای اسلامی شرکت کنندگان نشست دوحه توافق کردند که نقشه راه صلح بر بنیاد موارد زیر باید استوار باشد توافق روی نظام اسلامی در افغانستان اصلاحات لازم حفظ و تقویه نهادهای سیاسی تأسیسات دفاعی و سایر نهادهای ملی که ملکیت همه افغانها شمرده می شوند بازگشت و جابجایی مجدد مهاجرین و بیجاشدگان جنگهای داخلی بحث روی شرایط جدید همکاری و چگونگی ادامه رابط با کشورهای کمک کننده در این نشست اما طالبان پیشنهاد چهره های سیاسی برای یک آتش بس فوری را نپذیرفتند و نیز از پذیرفتن موارد چون خروج مسئولانه نیروهای خارجی و تعهدات افغانستان در برابر جامعه جهانی سر باز زدند فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان اما از پایان نشست دروزه میان افغانی استقبال کرده و آن را مثبت تلقی کرده است بر بحث بیشتر با ما در استدیو جناب آقای امین جری روز به شورای رهبری اسلامی افغانستان هستند و بعد آقای محمد شفیق خنده مشاور پیشین دیپلماسی ناتو در افغانستان از یالت متحده آمریکا و وایس ناصری آقای سیاسی از آلمان با ما خاط پیوستن خوش آمدید میگم ام آقای جری را در استودیو چقدر دوباره خوش این در این قسمت با ما جناب آقای شفیق همدم مشاور پیشین دیپلماسی ناتو در افغانستان از آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس و آقای ویس ناصری آقای سیاسی همچنان از آلمان پای خوش آمدید میگه مردود دوست ما را و حالا آقای جریر یک تا یک حد زیادی هم نگران عدم حضور احزاب مطرح بود و اگر گفت کنفرانس های بعدی که منتج به صلح هم شوه اما اگر احزاب پرنفوذ مهم در حضور نداشته باشه صلح بعدی به گونه متزلزل شکل خواهد گرفت و ثبات هم نخواهد داشت حالا طلبه هم میشه گفت که ممکن یعذاب باز مثل طالبا بخیز علیه حکومت بعدی که از دل سل بیرون شده بیستن و یک جنگ دامدار بین از اونا شکل بگیر اجازه بدین که از آقای ناصری پرسیم آقای ناصری شما خوش آمدین بس ما بین این چند کنفرانس است حالا آقای جری چند بار از کنفرانس بنم نام برد که گفت در او طالبان نادیده گرفته شده نتیجه شی بود حالا اگر دری کنفرانس یا کنفرانس های مشابه دیگه احزاب مهم نادیده گرفته شود بازم تکرار امو راه گذشته خواهد بود چقدر فکر میکنین که راه ها یک مقدار راه های پرتنش و متزلزل است در کار با تقدیم سلام و محبت خدمت حضور شما و همه بیننده های شبکه جهانی آریان افغانستان ملت شریف افغانستان و میمان برنامه و همکاران تخنیکی شما آقای فیاس باید بگوییم که یکی از امضا های کنفرانس بوند 2001 آقای جریر بود به نمایندگی از چهار نفر کمیته امضا کرد در کنار آقای استاد عبدالستار سیرت آقای قانونی و همچنان یکی از شخصیت های دیگی آقای پسر آقای گیلانی آقای جریر به نمایندگی از حرکت قبرس اونجا حضور داشت و امروز به عنوان نماینده ارشد آقای اکمتیار به هر جای حضور دارن و در گذشته من فکر نمیکنم هنکار کرده باشند که من دامات داماد و من حیث نماینده ارشدشان در بند نبوده باشند حزب اسلامی من نمیفهمم چطور نمایندگی نمیکرد که آقای جریر دیروز نماینده حزب نبود و به حزب ارتباط نداشت و امروز نماینده ارشدشان است و در هر کنفرانس هم به نمایندگی متیار و حزب اسلامی حضور داره به صورتی تناقض گویا و پارادوکس گویای دوستان ما متاسفانه در بازی دیروز که در بند صورت گرفت مثل کنفرانس دوحه آقای فیاز من شاهد این کنفرانس بن بودم ما چون من ایس خبرنگار و راپورتاش و گزارشگر اونجا حضور داشتم ده شب ده روز آقای خلیزاد مثل که امروز در عقب اینا نشسته بود و از پشت سر دیکته میکرد و همه چیز به دست خود داشت اعضا و افراد را که دعوت کرده بودند و کسانی را که برای طالب ها به حساب به عنوان تسلیمی آورده بودن و گفته بودن که شما امین حیث اشخاص بیایید و بگوییم که یک نمایش و یک درامی دیگر به عنوان ایزی که افغان ها با هم نشستن کنفرانس بین الافغانی جور کردیم ولی نه ای کسایی که از کابل رفته بودن و نه کسایی که از خارج افغانستان در این کنفرانس اشتراک کردن اینا هیچ دونستند که در این کنفرانس چی میگذره فیصله چی هست و کمیسیونی که برای تصویر امی قطنامه هم تعیین شده بود اصلا از خبر نداشت من در کنفرانس بون شاهد بودم که و مرحوم شهید آجی قدیر به این حیث معاون حرکت امی جبهه متحد که آمده بود بر من خودش اعتراف کرد که آقای ناصری من هیچ نمیفهم در کنفرانس چی میگذره همه پسپسک ها میان قانونی و آقای سیرت و خلیلزاد اخزر ابراهیمی هست و ما این که سر ما چی را تحمیل میکنن با خدا قسم است که آقای ولی مسعود و تمام کسایی که در کنفرانس بود از چهار گروه سیاسی اینا هیچ نمیدانستند به شمول آقای جریب باید امروز اعتراف کنه که در کنفرانس اصلا را آوردن و سرش امضا کردن بدون از که بفهمد چی میگذره و امروز اعتراض داره که اسلامی نبود طالب ها نبود امروز هم آقای فیاض امریکایی ها تصمیم گرفتن از افغانستان خارج شوند به نظام افغانستان و نظام آیندی افغانستان به امی گروهی طالب ها و قسمی که آقای شاهین گفت که باز شما چند روز با توافقات ما رو می‌بینید. بحث سر از این نیست که از کابل احمد و محمود ببرن و بگن نمایندای افغان همه هم سیاسی و افغان ها جمع شدن بلکه متاسفانه آمریکا مثل که در 2001 یک قمار زد و احمد افغانستان گرفت و چند نفر عامل در کنفرانس اولی که در بن میشد شخصی را به نام آمد کرزی از کوهای اورزگان که من این فهم در اورزگان بود یا در مرکز پایگاه نظامی آمریکا در پاکستان از اونجا از طریق با نصب کردن و آقای کرزای بیانی خود داد وقت اولین بیانه را کرزای داد همه شاملین کنفرانس فهمیدن که آقای کرزای در قدرت آینده سیاسی افغانستان مطرح است و شاید هم قدرت بشپتن چون چی دادن آمریکا یک تکرار جالب در خود کتاب آقای خلیل بوده که آقای سیرت یک بار برده بود و بالاخره باز نهایت تلاش کرد تا به جای آقای سیرت آقای کرزای بیاید و, و, تا حد هم عباد قومی تر در او کانفرانس هم شکل گرفت یا تحقق یافت بر حال حالا بس ما ای از آقای همدمم هم تا حدی گفت که در این کانفرانس دوها طالبا تا حد زیاد نو نگاه ذهنی خود را تحمیل کردن و جانب افغانستان چیزهای را آقای جریر هم روی از اشاره کرد چقدر میشه گفت که بیشتر روی های کانفرانس مسکو، لاهور، دوها و احتمالا بعدش در, در هوای باز و پر از تسلط طالبا شکل بگیره و آنچه که از دلی کانفرانس ها برای بیشتر خواسته باشه که طالبا رو میخواید تطبیق کنه در افغانستان آقای قیاز در بازی افغانستان قدرت های منطقی و جهانی مطرح هست حکومت آینده افغانستان مثل که حکومت 18 سال گذشته حکومت وابسته به اینا بود در آینده اگر حاکمیت پیش طالبا هم باشند به نمایندگی از پاکستان روزها میخواین حرف خود بزنن ایرانی ها نقش خود بازی کنند امریکایی ها میخواین نماینده های خود داشته باشند حکومت آیندی افغانستان نظام آیندی افغانستان متاسفانه وابسته و دستنگر کشورهای منطقوی هست کنفرانس لاهور کنفرانس مسکو و کنفرانس دوها اینا بازی های منطقی است افغانایی را که میبرن متاسفانه اگر احمد ببرن و محمود پس کنند با رفتن و آمدن احمد محمود نظام افغانستان کدام تغییر نمه متاسفانه حاکمیت آینده را برای طالب ها می طالب ها در روز کنفرانس دوها در غزنی جنایت کردن در مابین کابل جنایت کردن ولی در امی کنفرانس را افغانای بیچاره تحمیل کردند که دیگر علی ما مطبوعات تبلیغات نکنه جنایت ما را جنایت نگوین کشتار و انتحار انفجار ما را دیگر نگوین که انفجار انتحار است خلاصه آیستا آیستا آیست قدم به قدم و هر روز قسمی که سفیر امریکا در کابل و همچنان وزیر خارجه امریکا میگه که ما به اسلام افغانها خود آماده بسازن برای که به حساب نظام طالب یا با طالب ها سازش کنن آیسا است امریکا تصمیم گرفته که تا افغانستان و مقدرات افغانستان و دولت افغانستان به طالب ها بسپاره اجازه بس تشکر آقای با آقای ناصری جمع کنیم حالا یک چیزی که میشه از محتوای بس دوها که تا حد زیاد باستاب مثبت بر افکار عامه افغانستان داشت کاهش تلفات ملکی یا صفرسازی تلفات ملکی در جنگ دو طرف حالا طالبات در این کنفرانس حضور داشتن رسما و توافق کردن اما حکومت رسما نبود نماینده های حکومت به گونه غیر رسمی یا عدم نمایندگی از حکومت در حضور یافته بودند چقدر ممکن است که عین بار الزامی این بند را حکومت افغانستان هم در حملات هوایی که بیشتر در او افراد ملکی کشته میشن رعایت کنند چقدر ریسک ازی است که عدم رعایت یک بار دیگه نقص کنه می توافق را در, در جنگ موجود افغانستان آقای پیاز من فکر می کنم در ارتباط به پروژه جنگ و سال نه دولت افغانستان و اختیارات و به حساب قدرت ازی را داره که جنگ مدیریت کنه و نه طالب ها اگر حیت سیاسی طالب ها در دوها یا جاهای دیگه می نظامیانشان با ارتباط به حساب تصمیم و به حساب امر مستقیم پاکستانی ها عملیات می کنند انتحار می کنند انفجار می کنن و نشان می که ما به اصلاح می خواهیم که از رای جنگ و از رای غلبه موضوع افغانستان حل کنیم پیام با اعلامی آقای اخیر آقای حکمتیار که گفت که اگر اسلامی و طالب ها با هم یک جا شوند جنگ افغانستان و مسئله افغانستان یک طرفه میشه و فکر می کنم برای آرایش جدید سیاسی و نظامی کسایی که به مسکو رفتن کسایی که به دوار رفتن به لاو رفتن تمام اعضا و جریانای های سیاسی در تلاش ازی هستند با یک آرایش جدید سیاسی نظامی با طالب ها در آینده افغانستان متاسفانه امی شکل و شیوی جنگ تغییر بتن متاسفانه جنگ افغانستان با آمدن طالبها در قدرت هم قطع نخواهد شد موضوع حالا اگر اگر مورد بعدی یک مقدار مورد طولانی تر و زنجیری است احتمال تهدیدات بعدی که از جانب جریان های تون از طالبا مثل دایش در افغانستان حضور داره وجود داره حالا بس ما است که اگر فرض بر الزام طرف طالبا بر محتویات نشست دوها یا قطعنامه نشست دوها و کاهش سازی تلفات ملکی یا عدم عملات انتحاری در مکانهای عمومی بگیریم چقدر میتونه حمله جانب افغانستان بتانه امی مادر را کاملا برهم بزنه و دوباره طالبان بیاین با, با مو روی کرده مشابه یا واکنش مشابه وارد درسی جنگ شود هر دو طرف آماده قطع جنگ نیستن هر دو طرف اگر طالب ها واقعا صادقانه برای قطع جنگ در افغانستان تصمیم داشته باشند حداقل آتش بس موقت میپذیرند می چون مذاکرات با آمریکایی‌ها شروع کردن که اشغالگر میگن با دولت افغانستان غیر مستقیم نماینده هایشان می میبینه که می کنفرانس هم شما دیدین پس موضوع چی هست چرا آتش بس میگن چرا در روزی که سیاسی رو ما در دوها با اینا مذاکره دارن در غزنی بزرگترین جنایت میکنن و 350 نفر شهید میسازند و یک 50 طفل چرا اطفال کشته میره چرا در مابین منطقه پل محمود خان اطفال کشته شد چرا در غزی کشته شد چرا مکاتب مورد آماج قرار می متاسفانه جنگ افغانستان به اراده طالبان نیست جنگ افغانستان به اراده دولت افغانستان نیست اینا هر دو طرف فاقد اراده هستند متاسفانه وابسته هستند و جنگ افغانستان جنگ نیوبتی است و دیگرها تصمیم میگیرند و می جنگند افغان هایی که در اردو طرف متاسفانه استفاده میشن آقای فیاض متاسفانه اداره و اراده ندارن مثل که در بند در 2001 اینا تحمیل شدن و امروز داد فقانشان مانند دا آقای جریر میبره که کنفرانس بر ما تحمیل شد امی کنفرانس کی امضا کرد آقای قانونی و شما و چند نفر دیگه و امروز شما میگیم که تعمیل شد ملت بسیار زیاد تشکر آقای ناصری ملت باید به که دیروز ما را وقت وقت ما تمام شد تشکر از شما آقای ناصری هم شما از آقای همدم هم شما از آقای جدید که حضور یافتند شما بیندازیک تویدن بس ما رو دنبال کردین